خیلی شانس آورده، فقط دست شکسته و کمرش هم ضرب دیده. یه دو هفته باید توی آتل باشه. ممنونم مرسی. سینا، سینا ماما، برو کنه اتفرم. دستت چی کسته؟ مامانم کجاست؟ تا هم یعنی اینجا بود، دکتر گفت بره خونه استراحت کنه. چی کار میکنی؟ باید برم خونه. نمیتونی، واسب کنه تو خوب شی. باید حسابشونو برسم. حساب کیا رو؟ اونایی که من انداختم پایین. کیا تو رو انداختم پایین؟ آدم بدا. آدم بدا؟ ولی این دوری حتما دستشون شکست میخوری. واسب کنی تا خوب شی. بالاخره حسابشونو میرسم. راستی اسمت چیه؟ سینا. اسم تو چیه؟ اسم ها سپره. اینجا چی کار میکنی؟ بچه گیام پام شکسته بود، یه چی تو توش گذاشته بودن، چند روز میشم درشه بودن. فکر کنم دو سه روز دیگه هم بتونم برم خونه. سلام. سلام. حالا آقا سپهر ما چطوره؟ در نداشته دیگه این روزا؟ آفرین. میبینم که آقای پرنده بد جوری شانس آورده. دهنتو باز کن. اینجا نمیخورم، نمیشینم، نمیپوشم، میپرم نداریم ها؟ بیا عجله دارم، میخوام برم. وایسا ببینم، تو به ما نگفتی ساعت 12 نصف شب رو پشت بوم چی کار میکردی؟ داشته با دشمناش میجنگیده. واقعا؟ که اینطور؟ اینجور که معلومه تو یه رازایی داری. راستش منم یه رازایی دارم که بد نیست راجبش با هم صحبت کنیم. آها، آفرین. پس چی شد؟ چی؟ رازت. خودت میگی راز، اگه به تو بگم که دیگه راز نیست. شوخی کردم، الان که وقت نیست، باید بری رادیولوژی چند تا عکس برای کمرت بگیری. آقای علیپور، مریض تخت 11 رو ببریش رادیولوژی. مطمئنم کلکی تو کارشه. از کجا اینقدر مطمئنی؟ از قیافش معلوم بود. قیافش؟ مگه چجوری بود؟ قیافش عجیب بود دیگه. شاید یه چیز شخصی باشه. پس چرا وقتی ما رو دید قایمش کرد؟ باید سر از کارش در بیارم. بایستا چجوری؟ یواشکی میریم سراغش. نمیشه بابا، میفهمه. میای یا نه؟ Thank you.
نیستش الان موقعشه. موزه باشم هم میرم. اتاق من دوستیدی بازش کنم ببینیم چی توشه. اینجا قنده حتما بسته رو بس کرده. ریحانه کجاست؟ مگه تو اتاقش نیست؟ نه. کجا؟ میخوام سری نیدی این بچه هم. مگه تو اتاقش نبود؟ نه. ریحانه؟ برو سر. ریحانه؟ ریحانه چطوری اومد اینجا؟ خودش اومد. ما فقط سرومش رو آوردی. این چه وضعشه؟ کی تخت رو اینجوری کرده؟ ریحانه؟ ریحانه ماما عجیبه باقای خودش باشون اومد اینجا براش خیلی خوبه که نمیده باشه. تو برو استراحت کن من خودم میاد باشه. که رو کشتین با این حساب اونجاها باید دریا باشه نه؟ کمک چه بکنم کمک چه بکنم کمک چه بکنم این بر بکنم با کوزا دارم میام موازه به کوزا نه موازه موازه به از اون بر میام از اون بر میام نه 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 آخه ببینم خاله سروم تو این چه وضعشه. برگرد رو به من. خب من یه نگاه بکنم ببینم اینو یه ذره درد داره. خب یک بابا من تازه اومده بودم اینجا براتون راز بگم که گریه نداره. اتفاقا من میخواستم راز یه قولی رو تعریف کنم که تو طوفان گیر افتاده بود بچهش اینجوری بلند گریه میکرد. قوله هر کاری کرد نمیتونست بچه هر رو ساکت کنه. هی بهش شکلات داد، هی بهش آب میوه داد، هیچی که هیچی. قوله ترسیده بود هر چقدر گریهش بلند شد طوفانم شدیدتر میشد. قوله هر کاری کرد دیگه نتونه صدای گریه یه بچه قوله رو بند بیاره. دیگه نمیدونست چی کار باید بکنه. بچه قوله همینجور گریهش بلندتر و بلندتر و بلندتر شد. تا چی؟ هیچی دیگه. انقدر صدای گریهش رفت بالا که جهت باد عوض شد، طوفان قطع شد. خلاصه قوله و بچهش رفتن خونهشون. خونهشون کجا بود؟ توی یه درهی به اسم دره هزار قار.
ولی پاشونو که اونجا گذاشتن از بس این بچه قوله گریه کرد، تمام حیوونا و پرنده ها و چرنده ها و سربازا و جنگجوها و مسافرها از اونجا فرار کردن. دیگه هیچ کس از اونجا رد نمیشد، همه دره هزارپا رو دور میزدن. آخرش یه روزی قوله خیلی عصبانی شد، انقدر عصبانی شد که دست برد شاخشو کند. از اون روز اسمش شد قوله تنگ شاخ. با شاخش چیکار کرد؟ از شاخش یه ساز درست کرد، برای اینکه بتونه لااقل این همه قصه های تنهاییشو با زدن این ساز یه جوری خالی بکنه. شروع کرد به ساز زدن که یه دفعه گوش داد، دید گریه یه بچه قوله بند اومده. باورش نشد، رفت بالا سر بچه قول، دید بچه قوله خوابش برده. اگه جلوی خورشید بگیریش شکست ناپذیرت میکنه. واقعا؟ بریم تا نشونت بدم. میخانه رو ببریم. ببینم منه تو اصلا برای چی میخوایی ببینی؟ بیا 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 بیا. ریحانه نمیتونه بیاد الان. بچه ها بریم بیرون، بریم بیرون. شما؟ بله واقعا نمیفهمم، رژیم غذاییتون رعایت شده، قندتون باید تا حالا پایین میومد. شما که غیر از رژیم غذایی بیمارستان چیز دیگه ای نمیخوری؟ نه خانم، من همین قطار بیمارستان هم به جور میخورم. دکتر گفته آزمایشاتتون باید دوباره تجدید بشه، اگه قندتون پایین نیاد میتونه به بیناییتون صدمه بزنه. بالاخره معلوم میشه چرا قندتون بالاست. نه بابا، دوتا بسته زعفرون که این حرفا رو نداره. میخواستم بگم به یادت بودم فقط. خوب بود ولی؟ آره من برای خودم هم گرفتم، شربت زعفرون درست کردم، خدا شاهده طعم زعفرون های قدیم رو میدم. آره شنیدم، آره رادیو میگفت ضد افسردگی و شادی آور و او خیلی خاصیه. آره رویا مریم جان بذار من بهت زنگ میزنم، صدام میکنم. قربانه من خلاصی ندارم از دست شما. نه ما میخواستیم بیا چیزی بگی. بفرمایید. ما یه چیزی کشف کردیم. چی؟ در مورد اون پیرمرد ته راه روه. خب یه خورده مشغول بودم. چرا؟ اون یه بسته داره که قایم میکنم. چه بسته ای؟ نمیدونیم، ولی دوتا بسته داره شکل همه. تو یکیش قندخته که کسی مشکوک نشه، اون یکی رو قایم میکنه. که اینطور؟ پس قند قایم میکنه. بچه ها من واقعا ممنونم از شما، مشکل منو حل کردیم. بریم یه سر به ریحانه بزنیم با هم، منم یه راز براتون بگم. جایزه بودو تا تموم شد سریع بریم بگیریم بخوابینا. سلام ریحانه، چطوری؟ حال خانم خوشگله ما چطوره؟ اومدم یه رازی رو براتون بگم امشب. راز یک پادشاه ستمگر و بدجنس که یه اژدهای گنده ازش مراقبت میکرد. این پادشاه چهره رنگ پریده داشت، دو تا چشم گود رفته با موهای بلندی که مثل تاج درستشون میکرد. این پادشاه بچه‌ها خیلی بدجنس بود، مردم رو اذیت میکرد، آذوقه‌شون رو ازشون میگرفت قایم میکرد، بهشون پس نمیداد. مردم خیلی ناراحت بودن،
خیلی غصه میخوردن، گرسنه‌شون بود، غذا نداشتن بخورن، تا اینکه یه روز یه دختر شجاع از پشت کوه اومد. این دختر شجاع قدرتی داشت که هیچ کس و هیچ چیز نمیتونست شکستش بده. از هیچ چی نمیترسید. دونه دونه سربازای شاه و پشت سر گذاشت و همشون رو شکست داد و رسید به قصر پادشاه. در قصر رو آروم باز کرد، آروم آروم از پله ها رفت بالا و در اتاق پادشاه باز کرد. پادشاه چیکار کرد؟ شکست خورد. دو تا پا داشت، دو تا دیگه هم قرض کرد و ده فرار. مردم شهر خیلی خوشحال شدن، جشن گرفتن و شادی کردن و هر چقدر دنبال این دختر شجاع گشتن دیگه پیداش نکردن. خب اگه پادشاه برمیگشتی؟ ها؟ نه دیگه، دختر شجاع تمام نیروشو جمع کرده بود توی یه سنگی، چال کرده بود زیر یه درخت کاج. اونجا مردم هر کسی آرزویی داشت میرفتن پای این درخته، سنگ آرزوهاشونو برآورده میکرد. شمون شد؟ پس اجدهای چی شد؟ کدوم اجدهای؟ همون که از پادشاه مراقبت میکرد. من گفتم؟ خب آره، اون یه راز طولانیه، اونو فردا شب براتون میگم. پاشین بریم، الان فعلا وقت خوابه، تو راه راه سر صدا نکنی. شجاع تمام نیروش رو جمع کرده بود توی سنگی، چال کرده بود زیر یه درخت کاج. هر کسی آرزو داشت سنگ آرزوهاش رو برآورده.
گوشتون نمیشنوه؟ خب بس دیگه، چقدر میخوایی چنگولک بازی کنی؟ خب من نمیدونید مریض داریم، عجله کنید دیگه، بپرید بلا. جوریشو که از سر را نیبرده آورده؟ نه خب معلومه نیبرده جونش از سر را. اصلا من رفتم، یالا های بود، یالا. نگران نباش، من جونشو نجات میدم، اون که چیزیش نیست. بچه منم یه روز بد جوری مریض شده، چه روز سختی. بچه از شدت دلپیچه در دیوار چنگ میانداخت. آخ آخ این بچه گناه داشت. خلاصه منم دستم از همه جا تنگ، بچه رو برداشتم گله کردم انداختم توی گاری و رفتم پیش کی؟ پیش حکیم بابا. این مرد بسیار مرد دانایی. خلاصه گفتم حکیم بابا این بچه داره میمیره. حکیم بابا رفت از یک سری گیاه ها و علف های کوهستانی یک شربت و دارو تهیه کرد، داد به این بچه. یه زنی که بچه خورد اصلا انگار آب روی آتیش بود. بچه در یک لحظه خوب خوب شد. آخه چه مرد دانای این حکیم بابا. این شربت اسمش گلاش گل باباز دلگاره و سپر. اسم این شربت داروی چی بود؟ سپر.
بشه خبر به نیلوک من که دست نزدی شده میشه من نفوار کاری هموسنجر بشم نه هموسنجر میخواد داره دیرش میشه کاش یکی هم به ما گردی حواست کجاست خب نمیبینی من مریض دارم سلام بچه ها خسته نباشی عمو سنجر سلام 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 حکیم آقا گیاهایی که خواسته بودی آوردی اینم سفارش نخی که گفته بودید به من باور کنید کل شهر و منطقه رو گشتم مغازه به مغازه تا بهترین کیفیت نخو پیدا کنم بفرمایید دست درد کنه عمو سنجر عمو سنجر ببینم این زبون بسته چیشه اینه من کنار جاده داشتم میومدم دیدم این بغل یه درخت افتاده انقدر این جفتش بالای سرم چرخید که من نظرم به جرب شد بیچاره زخمی وقتی شده نمیدونم که خوب میشه این که وحشتناکی بود علکی نخواه اون روز که تنهایی رفته بودم جنگل اگه جایی من بودی پس افتاده بودی مگه چی شده بود؟ چی شده بود؟ داشتم تو جنگل راه میرفتم یه دیدم داره صدای خش خش می اولش فکر کردم موشی، خرگوشی، چیزیه ولی یه دیدم صدای خش خش داره بیشتر میشه وقتی برگشتم یه دیدم یه قول انقدی بالا سرم Thank you.
ریحان جان مادر، چرا غذا تو نمیخوری؟ غذا خوشمزه شم. از صبح تا رو همین جوری به یه نقطه زل زده. خورشید، ریحانه خسته است، ببر بخوابش. پاشو مادر، پاشو با هم بریم بخواب. حالش چطوره؟ تازه خوابش برده ولی حالش اصلا خوب نیست. حکیم بابا، من نگران ریحانم. نگران نباش، این دوای درد ریحانه است. یعنی حال ریحانه خوب میشه؟ این دارو فعلا میتونه جلوی بیماری ریحانه رو بگیره. ولی چی؟ حال ریحانه تا وقتی خوبه که این دارو رو بخوره. خب همیشه بهش دارو میدی. مشکل اینجاست که این دارو گیاه کمیابی به اسم زعفرونه که به همین راحتی ها به دست نمیاد. این شیشرم دوست قدیمیم سالها قبل برام آورده. اون ذره هایی که تو هوان ریحانه رو مریض کردن؟ مطمئن نیستم، ولی تو این کتاب نوشته. پادشاه بدجنس که از دست دختر شجاع فرار کرد، با اژدهاش رفت تا به یه دشت تاریک و ترسناک که اسمش دشت تاریک. وسط این دشت یه آسیاب بزرگ متروک بود و تمام دشت پر از گیاه‌های سیاه خطرناکی که وقتی گردهاش تو آسمان پرج می‌شد، هر آدمی رو مریض می‌کرد. کسی که مریض می‌شد دیگه نمی‌تونست بخنده و اونقدر غصه می‌خورد. اسم این گیاه خطر بود شبزده. خلاص پادشاه تاران تصمیم گرفت تا از مردم سرزمینش انتقام بگیره. واسه همین اژدها رو وادار کرد تا چرخهای آسیاب متروک رو دوباره بچرخونه و ذرات شبزده تو تمام سرزمین. البته تموم اینا افسانه است و طوفان شب زهرم به همین زودی تموم میشه. حالا هم پاشو بریم پیش خواهرت. ماما، ماما، این سهتا چی بود؟ نه ترس، قربونت برم. رد و برم. عمو سنجر امروز هم نیومد.
آزوغمون داره تموم میشه، باید بریم شهر. تو این هوا نمیشه رفت شهر، هیچکی از هیچ جا خبری نداره. تو این وضعیت بهترین جا خونه است. پس باید چی کار کنیم؟ نمیتونیم بشینیم و دست رو دست بذاریم. امیدت به خدا باشه، سختی ها میان و میرن، موندگار نمیشن. باشه بریم. حکیم بابا، ما تصمیم گرفتیم میخوایم جای شب زهرا رو پیدا کنیم. اگه چه رو بیفته تا دو روز یه جنگل رد کردیم، ما موفق میشیم. اگه میخوایی چهار کنیم؟ فکر کردی مادرتون اجازه میده همینطوری بری؟ بهترین فکر رو از سرتون بیاریم بیرون. بیرون باید صبر کنیم ببینیم خدا چی میخواد. سینا باشو من کنگوزو بخوابم. تو من میگم باشو، امروز مامت سپه را بیاره. بلنشو بابا، بلنشو دیگه، بلنشو. تو ساکه جان منو بیدار کردی. زیادی شما رو تهدید میکنه. ما هر روز داریم میریم جنگل رو برمیگردیم. اگه بابام زنده بود تالا راز شب زهرا رو پیدا کردم. ولی یادتون باشه برای اینکه جای شب زهره ها رو پیدا کنیم باید خلاف جهت باد حرکت کنیم. این شربت زعفرون رو برای شما درست کردم، نصفش هم برای ریحانه نگه داشتم. تا وقتی که زعفرونتون تموم نشده شب زهره ها نمیتونن شما رو مریض بکنن. تو با در بیدار نشده ما بریم. نگران نباش، ما زود برمیگردیم. بریم، خدا به همراهتون. مواظب خودتون باشی. یکم از اون شربت رو بهم بده.
ما باید زودتر از اینجا بریم. وای سفیز که تو پایس مشارت میکنم. میدونم از اینجا فرار میکنم. چراغ مال چیه؟ نمیدونم. بیا بریم ببینیم چه خبره. برنامه قشنگی بود. این تنها کاریه که از این بعد بزرگترها که همه مریض شدن شاید بتونم جلوی مریضی بچه ها رو بگیرم. راستی شما کی هستی؟ این دور برنامه ندیدم. ما از راهای دور اومدیم، اهل اینجا نیستیم. پس اینجا چه کار میکنیم؟ داریم دنبال جای شب زهرا میگردیم. شما میخواین جای شب زهرا رو پیدا کنیم؟ تو این چند روز رهگذرای زیادی رو دیدم که از اینجا رد شدن، ولی هیچ کدومشون نمیدونستن شب زهرا هر کجا کجا اومده. ببین چند دقیقه پیش خورده بودی. آخه اثرش داشت تموم میشد. اینطوری تا فردا همش تمومه. این دیگه چیه؟ این شربت زعفرونه. به چه دردی میخوره؟ زعفرون اثر شب زهرا رو از بین میبره. زعفرون اثر شب زهرا رو از بین میبره.
چند روز قبل از اینکه شب زهره ها تو آسمون پخش شه، یه مرد ناشناس که صورتشو پوشونده بود با یه گاری عجیب که پر از سنگای نورانی بود وارد ده شد. اون به مردم که با هیجان داره گاریش جمع شده بودن گفت که اون سنگا میتونن هر آرزویی رو برآورده، و اون فقط حاضر سنگاشو با زعفرون عوض کنه. مردم که از همه جا بی خبر بودن تمام زعفروناشون رو به مرد ناشناس دادن و ازش سنگای نورانی گرفتن. خلاصه فرداش که مردم فهمیدن سنگا قلابیه و نمیتونه هیچ آرزویی رو برآورده کنه، دیگه دیر بود و مرد ناشناس تو جنگل گم شده. واسه چی میخواست این کارو بکنه؟ اینو دیگه باید از خودش بپرسی. ولی مطمئن نه کار خودشه. باید بریم دنبالش. از کجا باید پیداش کنی؟ نمیدونم. ولی آخرین بار مردم تو جنگل دیدنش. باید را بیافتیم. الان دیر وقته. بذارین صبح را باید بریم. ممکنه دیر بشه. خیلی دلم نفس منم با تو میامدم. مطمئن باش پیداش میکنی. مراقب خودتون باشی. اون خیلی خطرناکه. من دیگه خسته شدم. بیا همینجا بخوابیم. اینجا تاریکه. شاید هم نباشه. سپس من دیگه نمیتونم راه بیام. خیلی خوب. همینجا کنار همین درخت میخوابیم. اینو جا گذاشتیم. با این سنگ سربازای تاران نمیتونن بهتون آسیب برسونن. یادتون باشه بدون این طرف دشت تاران نریم. میگم پاشو. امروز اومد سپه را بیاره. مگه با تو نیگه؟ اینجا باید همون دره هزار غار باشه. آره، ولی پس گولش کجاست؟ گوله تکشاخ. گوله تکشاخ کجایی؟ گوله تکشاخ کی اونجاست؟ کی جرأت کرده اینجا بیاد؟ کی جرأت کرده پاشو اینجا بذاره و آرامش دره هزار قارو به هم بریزه؟ کی اونجاست؟ سال هاست قوی ترین جنگ جویان راه زمین، قوی ترین جنگ اینجا رو دور زدن تا از وسط دره عبور نکنن و گرفتار قول تکشاخ بشن. اون وقت شما با پای خودتون به دره هزار قار اومدین. چطور جرأت کردین؟ حالا بگین اینجا چی میخواد؟ اینجا چی میخواد؟
اینجا چی میخوام؟ اینجا رو این دیگه چیه؟ فکر کنم موشه. نه بابا سنجابه. تو دیگه کی هستی؟ من گوله گوله درده هزار قار هستم. اصلا خنده دار نیست اصلا خنده دار نیست. باید تلیف بشن، باید ادب بشن، شکایت یاد
میکشمت بچه های بیتر بیاد طرف بچه من رفتی رفتن و رفتن و رفتن از کوها و دشتا و جنگل ها گذشتن تا اینکه اونجا دشت تارانه اونم سربازای تارانه باید زودتر از بین دشت تیم خودمونو به آسیاب برسونیم اون سنگو بده من
واقعا خوابید. همین هم تو آسیا دنبال پادشاه. پادشاه تاران حتما اونجاست. بیا این سنگو بگیر که سربازای تاران بهت نزدیک نشن. مواظب خودت باش. تو هم مواظب خودت باش. جواب آزمایشش که اومد، هیچکی باور نمیکرد که این فرشته کوچولو میتونه بازم کنار ما زندگی کنه. ولی بعضی وقتا اتفاقایی میفته که ما نمیفهمیمش. وقتی دستمون از همه جا کوتاه میشه، وقتی که ترس همه وجودمون رو میگیره، اون وقت که باور میکنیم دیگه امیدی نیست، یهو یه کسی، یه چیزی،
همین حالا خیلی ها تو این دنیای بزرگ پشت پنجره خونه هاشون یا کنار در حیاتشون یا زیر آسمون پرستارهشون با چشای خیس منتظر اون اتفاق